برای بررسی آخرین تحولات همراه میشیم با همکارمون اشکان صفایی از اورشلیم. اشکان، وزیر دفاع اسرائیل امروز در اظهاراتی گفته هنوز غافلگیری های دیگری برای حزب الله داره. منظورش چیه؟ درسته، این صحبت ها رو وزیر دفاع اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان بیان کرد و گفت که حزب الله در حال خوردن ضربات سختیه. گفت که ما نصرالله رو کشتیم، بارها غافلگیرشون کردیم، واحد موشکی و راکتی حزب الله به گفته او ضربه سختی خورده و بخش بزرگی از تسلیحات حزب الله به گفته یوآف گالانت در نتیجه حملات دقیق اسرائیل از جمله در حملات هوایی و همچنین عملیات زمینی 4-5 روز گذشته، عملیات که 4-5 روز گذشته به صورت رسمی اعلام شده، گفت که در این عملیات نابود شده. به گفته وزیر دفاع اسرائیل تمام فرماندهان یگان رضوان حزب الله از بین رفتن. او دقیقا گفت که تمام فرماندهان درجه 1، درجه 2 و درجه 3 در واقع که زیر خود شخص حسن نصرالله بودن از نظر سازمانی، همه اونها نابود شدند، کشته شدند. و گفت که عملیات زمینی که از روز دوشنبه آغاز شده به صورت رسمی هم تا زمانی که همه زیر ساختهای که حزب الله برای حمله به اسرائیل ساخته بود نابود بشه ادامه خواهد داشت. آنجایی که به در واقع به غافلگیری ها اشاره میکنه، حالا جمله دقیقش این بود ما بارها غافلگیر کردیم حزب الله رو، همچنان غافلگیری های بیشتری هم در آستین داریم. به نظر میاد آنچه در گذشته میگه، خب کشتن حسن نصرالله، هدف قرار دادن تقریبا تمامی کادر فرماندهی حزب الله، بخش نظامیش و همچنین هدف در واقع اون عملیات پیجرها و بیسیم هاست که البته اسرائیل به صورت رسمی مسئولیتش رو قبول نکرده. آنچه به آینده داره اشاره میکنه، حالا این کاملا هم آینده نیست، چیزهایی شبیه اتفاقی که خب در همین دقایق گذشته هم خودت در اخبار بهش اشاره کردی، مثلا همین حمله دیشب به زاهیه که گفته میشه که هدفش هاشم صفی الدین بوده، کسی که قرار بود جانشین حسن نصرالله باشه و بر اساس گزارش ها اصولا جانشینی او یا هیچ کس دیگر رو حزب الله اعلام نکرده هنوز، برای اینکه نگران هست که هر کس رو به عنوان جانشین نصرالله اعلام بکنه حزب الله فورا توسط اسرائیل کشته بشه. به نظر میاد که یکی از اشاراتی که در واقع وزیر دفاع اسرائیل داره برای غافلگیری های بیشتر عملیاتی از این دست است و اینکه اسرائیل هنوز اطلاعات دقیقی میتونه داشته باشه از محل در واقع زندگی یا اینکه در کجا حضور دارند رهبران حزب الله و همچنین انبارهای تسلیحاتیشون. اشکان، آخرین آمار و ارقام از عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان از چه شرایطی حکایت میکنه؟ خب آخرین ارقامی که ارتش اسرائیل اعلام کرده میگه از زمان آغاز رسمی عملیات در روز دوشنبه تا الان 250 نفر از شبه نظامیان حزب الله همونطور که خودت گفتی کشته شدن، 21 نفرشون گفته از فرماندهان روی زمین حزب الله بودن، گفته مقدار زیادی انبارهای تسلیحاتی، پرتابگرهای آماده شلیک و زیر ساختای حزب الله از بین رفتن در طول این مدت. البته خب در میان ارتش اسرائیل هم تلفاتی وجود داشت، اما همزمان با اون باید گفت که ارتش اسرائیل دیشب در یک حمله هوایی هم میگه که یک تونل 3.5 کیلومتری رو که از بین لبنان و سوریه کشیده شده بوده و حزب الله از اون برای در واقع قاچاق تسلیحات استفاده میکرده رو نابود کرده. ممنون از تو همکارمون اشکان صفایی از اورشلیم.